سلام، به کانال آشپزی من خوش اومدید. امروز با دستور پخت یک ماقوت بستنی فوق‌العاده راحت و خوشمزه به صورت قالبی خدمتتون رسیدم. بریم که با هم مواد اولیش رو مرور کنیم. شیر 3 لیوان، نشاسته ذرت 3 قاشق غذاخوری، شکر 3 چهارم پیمانه، پودر ژلاتین 3 قاشق غذاخوری، خامه صبحانه 3 قاشق غذاخوری، بستنی وانیلی 150 گرم، آب 1/4 پیمانه، وانیل 1/2 قاشق مرباخوری، زعفران دم کرده 1 قاشق سوپخوری، گلاب 1/4 پیمانه. خب قبل از شروع کار میایم و ژلاتین رو آماده می‌کنیم. آب سرد رو داخل ظرف می‌ریزیم و ژلاتین رو به آرومی بهش اضافه می کنیم و هم می زنیم تا ژلاتین حل بشه. حالا ظرف رو روی بخار کتری قرار می دیم تا ژلاتین کاملا شفاف بشه. تو این قسمت بستنی وانیلی داشتیم. اون رو داخل ظرف می ریزیم و هم می زنیم تا کمی آب بشه و از هم باز بشه. حالا خامه صبحانه رو بهش اضافه می کنیم و خوب هم می زنیم تا کاملا نرم و یک دست بشن. حالا ظرف رو کنار میذاریم. داخل یک قابلمه شکر و نشاسته ذرت رو میریزیم و کمی هم میزنیم. حالا مقداری از شیر رو بهش اضافه میکنیم و خوب هم میزنیم تا آرد و شکر حل بشن. حالا مابقی شیر رو بهش اضافه می کنیم و خوب مخلوط می کنیم. قابلمه رو روی حرارت ملایم قرار می دیم تا زمانی که به غلظت برسه. با حرارت ملایم و مدام اون رو هم می زنیم. وقتی مواد شروع به جوشیدن کرد وانیل رو اضافه می کنیم و کمی اون رو هم می زنیم. حالا ژلاتین بنماری شده رو بهش اضافه می کنیم و حدود 1 دقیقه مواد رو هم می زنیم. بعد از 1 دقیقه مخلوط خام بستنیمون رو که کاملا آب شده بهش اضافه می کنیم. و حدوداً 2 دقیقه دیگه مواد رو هم میزنیم تا به جوش بیاد. وقتی به این غلظت رسید گلاب رو اضافه میکنیم. تا زمانی که مواد به غلظت برسه اون رو هم میزنیم. وقتی غلظت مواد به این حد رسید زعفرون دم کرده رو بهش اضافه میکنیم. تو این قسمت میتونید زعفرون رو کم یا بیشتر کنید. بستگی به این داره که بخواین رنگ دسرتون چه رنگی بشه. حالا حدود 3 الی 4 دقیقه هم میزنیم تا کاملا مواد بجوشه و غلیظ بشه. وقتی مواد به این غلظت رسید ظرف رو از روی حرارت برمیداریم. وقتی کمی از داغی افتاد ماقوت رو داخل قالب های مورد نظر میریزیم. اگر از قالب سیلیکونی استفاده میکنید نیاز به چرک کردن نداره، ولی بهتره مقداری آب در اون بریزید و آب اون رو خالی کنید. تمام قالب ها رو با مواد پر می کنیم و قالب رو به مدت 3 الی 4 ساعت در یخچال استراحت می دیم تا زمانی که ماقوت ها کاملا خودشون رو بگیره. هرچی زمان استراحت بیشتر باشه ماقوت ها خودشون رو بهتر می گیرن و راحت تر از قالب خارج می شن. اگر قالب سیلیکونی ندارید میتونید از این قالب های پلاستیکی هم استفاده کنید. من بقیه مواد رو داخل این قالب ها میریزم.
بهتره که این قالب ها رو حتما چرب کنید و روغن اضافی اون رو بگیرید. حالا داخل قالب رو به آرومی با مقود پر می کنیم و قالب رو به مدت 3 الی 4 ساعت در یخچال استراحت می دیم. برای تزیین مقود ها من از بیسکویت استفاده کردم. شما میتونید از هر چیزی که دلتون میخواد، پودر نارگیل، پودر کاکائو، مغز پسته استفاده کنید. بیسکویت ها رو داخل زیپ کیپ میریزم و اونها رو با وردنه خوب پود میکنم. بعد از اینکه کاملا پودر شدن از رنگ خوراکی نارنجی استفاده می کنم. شما می تونید از هر رنگی که دوست دارید استفاده کنید. خب بیسکویت ها کاملا رنگی شده. میریم که دسرها رو از قالب در بیاریم. خب همینطور که میبینید مقود کاملا خودش رو گرفته و سفت شده. حالا با دست لبه های کار رو از اطراف جدا میکنیم و یک بشقاب رو با آب کمی خیس میکنیم و دسر رو روی اون بر میگردونیم. بشقاب رو برای این خیس میکنیم که اگر دسر وسط کار قرار نگرفت بتونیم اون رو راحت تر جابجا کنیم و حتی برای جابجا کردن ظرف هم این کار لازمه. حالا روی اونها رو با بیسکویت هایی که رنگ کردیم خوب میپوشونیم. بعد از اینکه تمام دسر پوشیده شد، بیسکویت های اضافی ظرف رو خالی می کنیم و حتی می تونید دسر رو به ظرف دیگه‌ای انتقال بدید. خب دسر رو از داخل قالب های سیلیکونی خارج کردم و با بیسکویت می پوشونم و داخل ظرف سرو می چینم. در انتها روی اونها رو با پودر پسته و قنچه گل محمدی تزیین میکنم. این دسر خوشمزه رو میتونید داخل ظرفهای تک نفره هم آماده کنید. نیاز نیست حتما اونها رو قالبی آماده کنید. این دسرها زیبایی خاصی به سفره‌های افطارتون میده. این دسر یکی از خوشمزه ترین دسرهایی هست که میتونید برای مهمونی هاتون آماده کنید. ممنون که تا انتهای ویدیو همراه من بودین. اگر از ویدیو خوشتون اومده اون رو لایک کنید، کانال من رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنار اون رو بزنید که اگر ویدیوی جدید گذاشتم از اون باخبر بشید. تا آموزش بعدی خدا نگهدار.